آقا مجده دارم براتون خبر خوش خبر خوشحال کننده پدر بیش از پنج میلیون جمله قصار و نقل قول در شبکه های اجتماعی الان در حال حاضر در ایران هستن پروفسور سمیه رو عرض میکنم خدمتتون همونطوری که میدونید هر هفت دقیقه یک بار یک جمله قصار از پروفسور سمیعی منتشر میشه شاید پروفسور خودش هم خبر نداشته باشه یعنی تعداد جملات قصار از صدا دفات که ایشون در کل زندگیشون همسرشون رو صدا کردن بیشتره ولی این دلیل نمیشه که این جملات واقعی نباشه که ایشون به هر حال ممکنه حالا خیلی از دوستان پروفسور سمیعی رو به خاطر اینکه ایشون یکی از بزرگترین جراحان مغز و اعصاب هستن نشناسن ولی حتما به خاطر نقل قولهاشون و جملات قصارشون در باب آشپزی و گلدوزی تو شبکه‌های اجتماعی یه آشنایی باهاشون داشته باشن حالا جدا از این قضیه پروفسور سمی در یک مصاحبه یک حرکتی انجام دادن که واقعا قلب هزاران جوان ما رو شیکوندن و من اصلا ازشون توقع نداشتم ایشون در یک مصاحبه اعلام کردن که تمامی جملات قصاری که از من توی شبکه های اجتماعی منتشر میشه جعلی هست و من نگفت این درسته آخه این درسته پروفسور پروفسور این کار درسته قلب هزاران جوون بیکار و علاف ما رو که شب تا صبح میشینن این جفنگیات رو به هم می‌بافن توی شبکه های اجتماعی به اسم دیگران منتشر میکنن اینجوری شما قلب اینا رو بشکنید روحشون رو جریه دار کنید فکر اینو نمی‌کنید دنبال مریض میگردین برای آینده که اینا دچار بیماری های روحی بشن با این قلب شکستشون این حرکت درسته شما از کجا میدونی این جملات رو نگفتی مسلما عمل جراحی مغز و اعصاب کار خیلی بسیار پرمشغله و سختیه شما حواست نبوده ممکنه خیلی چیزا گفته باشی خودت نمیدونی بچه‌ها بهتر میدونن شما اصلا اینستاگرام داری شما اصلا نمیدونم تلگرام داری چند تا داری داری نه دیگه نیست که اینجوری نیست دیگه بچه ها بهتر میدونه این حرکت رو نکنید دیگه تکذیب چی آقا چرا تکذیب میکنی؟ تکذیب نداره که بپذیر دیگه شما دیدی کوروش بیا تکذیب بکنه؟ این همه جملات قصار از کوروش اومده یکی از مهمتریناش هم این بود فارسیوان بنیان خانواده ها رو شل کرده مرگ بر فارسیوان کوروش هی کبیر این یکی از نیومده که این حرکت حرکت درست نبود پروفسور نه اصلا شما پروفسور نکنید از حالا خدمتتون عرض بکنم اما یک فرصت مختنمی الان دست داده به نظر من دو دستی به چسبیمش اونم چیه اینه که تا پروفسور اینجا هستن این فرصت رو ما داریم که بتونیم چند تا مریضی رو به اسم خودمون ثبت بکنیم دیگه تا کی تمام مریضی و دو دواها دو و دو داروها به اسم خارجی ها باشه دیگه وقتش یه مریضی حداقل به اسم خودمون منتشر بکنیم ببخشید کشف بکنیم بعد منتشر بکنیم اسمش رو مثلا مریضی من قلام رضایی دارم مثلا. خیلی این حرکت حرکت خیلی خوبیه بذاریم چند تا مریضی به اسم ایرانی ها ثبت بشه حالا چه جوری میتونیم این کارو انجام بدیم میرید یه جو کمین میکنید پشت بوته ای شمشادی درختی چیزی یکی از این زامبی های اینترنتی رو با گونی چیزی میگیرین میبنین خدمت پروفسور ایشون رو مغز اینا پنج دقیقه وقت بذاریم من مطمئنم ده تا مرزی پیدا میکنه این کم چیز اینا از این فرصت استفاده بکنید چون به هر حال کجای دنیا شما دیدید که مثلا یه فوتبالیستی رو به خاطر عوض کردن تیمش حجوم ببرن رو صفش و هزاران فوش و توهین و ناسزا و بی احترامی بهش بکنن براش آرزوی مرگ بکنن و برگردن بگن ای کاش مثلا تو مرده بودی به جای هادی نوروزی بعد به محض اینکه خبر فوتش منتشر بشه همه این افراد اینا عکسای های پروفایلشون رو عوض بکنن به عکس مهداد و در سر زنان و چنگ بر صورت کشان حمله بکنن به سمت کجا میری حمله کردن به سمت بیمارستان بیگیر بیشین آقا کجا داری بیمارستان عزیز عزیز دل من بیمارستانه بیمارستان اسمش روش مریض اونجا خوابیده اینجوری هجوم بردی آدم یاد فیلم واکینگ Walking این مردگان متحرک میفته بعضا اون خیلی ده، 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 رومانتیک تر بود این این با شما خودتون عکس ها رو مقایسه بفهمید این عکس دوستان هست اینم عکس مردگان متحرک خودتون شباهت رو ببینید البته این شور و شعف و خنده ای که روی لب های بچه های ما میبینید روی مردگان متحرک نمیبینید یعنی <applause> این عشق و علاقه نه به مرداد خدا بیامرز به عکس گرفتن با چهره های مشهوری که فوتبالیست هایی که اومده بودن برای خدافزی با هم بازیکنشون همبازیشون در واقع این واقعا مثال زدنیه واقعا زیباست واقعا آدم تمام وجودش پر از این شعف و شور میشه عکس کالب و چکافیه مرداد تو شبکه های اجتماعی دست به دست میشه عکس کالب شکافی چکافی رو دیگه چی کار داری؟ از کجا پیدا کردی اصلا؟ عکس رو از کجا پیدا کردی؟ اون دیگه چه عکسیه که دارین تقسیم میکنید و شیر میکنید و باز هم دیگه فوروارد میکنید اینقدر دیگه ارزش برای دیگه البته حالا زیاد هم نمیشه توقع داشت از بعضی از دوستان که از خیر عکس های کالبوچه کافی یک فوتبالیست بگذرن وقتی یک همچین دابسمشی مثلا تو شبکه های اجتماعی منتشر میشه وای چقدر من و رو و به کمرم و وای چقدر من فقط امیدوارم اون پا پای آدمیزاد نبوده باشه و اگرم پای آدمیزاد بوده من خیلی دلم میخواد اون مریض رو بعد از این عمل جراحی موفقیت آمیز ببینم پا داره و همچنان میتونه راه بره دابسمش تو اتاق عمل بعد خدمت رو عرض بکنم دابسمش هم چیزی نیست که بچه ها تو یه بار بتونن بگیرنش معمولا ده پونزه بار باید تمرین کنن تا بتونن یه دابسمش رو سینک و درست بگیرن من فکر کنم این مریض بیچاره تو اون یه ساعتی که بچه داشتن این دابس رو ضبط میکردن قانقاریا گرفته پاش بعد چه چه حرکتی از پروفسور پروفسور سمی کجای بیا یه جمله قصار در این باب بگو چرا چیزی نمیگی یه حرفی بزن پروفسور خدمتتون عرض بکنم که حالا نرده و نرده های بیمارستان و فوتبال و هجوم و این چیزا رو دیدیم یاد یک نوشته ای از مشال مرتضوی افتادم در رابطه با اینکه خب فوتبال یک ورزش بسیار پرطرفداریه در سراسر سر جهان اما تو کشور ما یک اهمیت خیلی خاصی داره اصلا یک محبوبیت خاص و متفاوتی داره به خاطر اینکه ما که مثل خارجی ها همینجوری 22 نفر نمیافتیم دنبال یه توپ مثلا فوتبال بازی کنیم که ما هزاران مسئله فرهنگی هنری ادبی دیگه نمیدونم ورزشی ورزش مادر دو میدانی خود مادر و مسائل مختلف و همه رو با هم دیگه ادغام میکنیم توی مسابقه فوتبال و این کم چیزی نیست برای مثال همین جمعه گذشته بازی استقلال احواز و پرسپولیس که توی احواز در حال برگزاری بود بازی با یک شروع هیجان خاصی شروع شد تماشاگران تصمیم گرفتن برای پاسداشت خدمتتون عرض کنم که یکی از شاخه های ورزش دو میدانی که ورزش مادر هست پرتاب دیسک و وزنه داشته باشن اما خب برای دیسک و وزنه نبود هرچی پاراجر و سنگ بود از این ور استادیوم مینداختن به اون ور استادیوم رکورد ها بود که شکسته میشد به اضافه سر و دماغ و دندون و برای کله دوستان که به هر حال در مسیر قهرمانی فدای سرمون خدمتون عرض بکنم که در طول بازی مسابقات و ورزش های بومی زیادی در جریان بود یک تلفیقی بین کاراته، جودو و کنفو در واقع یا کنفو به بخشی میکنم از رزمیکاران عزیز بین فوتبالیستا در جریان بود به همراه مارپله مارپله به این صورت که هر بازیکنی بیشتر میپرید بالا اونایی دیگه نیشش میزنن بعد میبرد از پایین دوباره شروع میکرد و خدمتتون عرض بکنم که این در طول مسابقه بود اصلا این ادب و زبان فارسی اجین شده با ورزش ما، مخصوصا فوتبال تماشاگرها یک صدا به شعرخانی مشغول بودن اونم شعرهایی با مزامین زیبا و گذاری در زمینه سله رحم و ملاقات با خانواده بازیکنها و داورها بسیار زیبا و گذار. و خدمتتون ارز بکنم که بعد از بازی حتی دوستان تماشاگرها دست به دست همدیگه نه 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 تمیز نکردم ما که کره که نیستیم که بخوایم رو تمیز بکنیم بچه ها با دوباره یک حرکت در پاس داشته یکی دیگه از شاخه های ورزش دو میدانی پرش از روی نرده بچه ها از روی نرده هجوم بردن توی زمین فوتبال و یکی از بازی های بومی محلی ما به نام گرگن به هوا رو با بازیکنه داشتن اجرا بازی می کردن بازیکنه از این ور اینا دنبالشون با سنگ و پاراجور یک صحنه زیبا و قشنگی بود و تاثیر گذار اصلا تمام وجود آدم موهاش سیخ سیخ وای می ساد می رفت تو پتو پلوی خود آدم و چقدر زیبا و قشنگ به اضافه اینکه خب ما هنرمندانمون هم اونجا بی نذاشتیم رامین راستاد هم که یکی از بازیگرای خوب سینما و تلویزیون کشورمونه و طرفدار تیم پرسپولیس اونجا حضور داشت ایشون رو هم بعد از اینکه بچه‌ها باشون سلفی های خوبی گرفتن با سنگ و پاراجور حسابی حالشون رو جا آوردن که دفعه آخرشون باشه طرفدار یه تیمی میشن که بچه‌ها طرفدارش نیستند چون به هر حال این یه نوع اعتراض منطقیه هر چیزی که برخلاف میل ما باشه هر تیمی که برخلاف تیم مورد علاقه ما باشه هر لباسی که مورد علاقه ما نباشه هر هر, هر... هر... خلا این اینی که باید با مشتمان جواب قضیه رو داد و این یه چیز کاملا منطقی منطقی و خدمتتون عرض بکنم که البته مالکشی گزارشگر برنامه یک جذابیت خاص دیگه به این مسابقه داده بود به این دلیل که خب ما معمولا اتفاقات واقعی رو که گزارش نمی‌کنیم که بعد از این حجوم زیبا و جذاب گزارش کردش میگفت فکر میکنم تماشاگرها چیزی رو دیدن که ترسیدن و اینجوری به میانه زمین آمدن آره گوزیلا رو دیده بودن اعتراض میکردن دیگه چی دیدن مردگان متحرک رو دیدن اومدن اونجا تو دیدن. حالا خدمتتون عرض بکنم که در انتهای این صحبت ها در این بخش جا داره که یادی کنیم از مرداد اولادی بازیکن جوان فوتبال کشورمون این برنامه رو تقدیم میکنم به مرداد عزیز که ناجوان مردانه مورد حجوم بی احترامی ها ناسزا ها و بی حرمتی های زیادی در زمان حیاتش افتاد روح شاد یادش گرام